پالو. به نام خدا. سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خندوانه. ماشاءالله حالتون چطوره؟ علی اکبر رهنمایی حالش چطوره؟ حال جناب خان چطوره؟ بله؟ میگم حالتون چطوره؟ شما میگم عالی. حال من چطوره؟ حال خندوانه تو خونه؟ جان چرا دوباره ایوری میای همون اول برنامه؟ اسم شما چیه؟ حال مهدی چطوره؟ جان بفرم میخوایش میکنم. میگی حال مهدی چطوره؟ میگم عالی. چی گفت تو میتوری برنگم؟ چرا اصده تهت صدت اص؟ نمیدونم رامبد، صدام تو جمع که میفتی یه جور دیگه میشه. عجیب شدم رامبد. یه بار هیچ کسی چی نگه، فقط جناب خان بگه. خب باشه. حال مهدی چطوره؟ عالی. نه اونجوری که همه میگن بگو. حال مهدی چطوره؟ عالی. حال رامبد چطوره؟ عالی. حال همه با هم بگیم. باشه. حال رامبد چطوره؟ جان بعد چرا مالتت اینی که ما داریم میگیم تش ایه، مالتت تش میشه اه. بابا میگم تو گروه که میفته صدام نمیدونم چرا یه فرکانس خاصی داره انگار صدام. چه فرکانس خاصی داره؟ همه داریم یه چیز میگیم. امتحان کن، بیا بیام نگاه کن همین. اصلا یه چیز دیگه بگیم. باشه باشه. میگی ماشاءالله. ماشاءالله باش. ماشاءالله به جناب خان. درست بود؟ بله. صدام تو صدای بقیه رفت یه جور دیگه به گوش میرسه. حس میکنم برای گروه کور خیلی مناسب نیست. نه به نظرم فقط باید تکخونی کنی. آره دقیقاً. آره. ماشاءالله به ایران. ماشاءالله. گفتم اصلا هیچی دیگه در نومد. اصلا هیچی من نشدم. عجیب شده رامبد مبچمه. رامبد ماشاءالله به چه خودت بگو. ماشاءالله به جناب خان. ماشاءالله. محکم بگو. ماشاءالله به رامبد. ماشاءالله. همه بگین ماشاءالله به رامبد. ماشاءالله. خدایا چی میگه؟ من نمیفهمم چه خبره. رامبد اصب مو نکنه بعد بریم دکتر. نه اینجا کسی پزشکه؟ اینجا کسی دکتره؟ نه پرستاره؟ ما میفهمم چمه. ما خودم میفهمم. بهم بگو. رامبد. بله من ساحل زده شدم. ساحل زده؟ دقیقاً. الان ساحلی وجود نداره. همون دیگه دقیقاً. به چه جنوب یه مدتی که رو دریا نباشه ساحل زده میشه. حالم خراب اصلا. هی میخوای یه چیزایی بیاد بالا. میفهمم. یه چیزایی هم هی میخواد بیاد پایین بدبختی. حالا اون بالایی ها زیاد مهم نیست. پایینی ها رو چه بکنم رامبد؟ و اصولا اینا جاشون برعکسه در حالت عادی؟ چیا؟ یعنی اون پایینی ها در حالت عادی میرن بالا، بالایی ها در حالت عادی میرن نه پایین؟ نه در حالت عادی هر کدوم سر جای خودش به موقع میاد. آها. یه موقعی بی موقع میاد اینا. آها میفهمم. آره. ریخته به هم. پایین الان یه سر با هم بریم جنوب که ما از این ساحل زدگی در بیام؟ بله. یه ماشاءالله به بندر عباس میگیم؟ ماشاءالله. ماشاءالله بندر عباس. برو بریم. یلا اوفه والا مولا گلوم مولا گلوم مولا گلوم مولا گلوم رحمی بکن تو به دلم دعای سر تا پام بکن که آتیش گفتنی دلم مولا گلوم مولا گلوم رحمی بکن تو به دلم دعای سر تا پام بکن که آتیش گفتنی دلم بالا خدا پایین خودم بالا خدا پایین خودم اسم شریف ملا بلوم بیان دعای آخرام بیشتر دعا منا کنم یالا بیشتر دعا منا کنم دختو دلوم ای بردشن دختو دلوم
گلوم ای بردشن گیجو ملنگو میکردشن والا گیجو ملنگو میکردشن ملا خودت رحمان بکن که پرده دلامی دردشن ملا خودت رحمان بکن که پرده دلامی دردشن اینه جونم بندر عباس اینه رفیق من ماشاءالله بندر عباس حالم بهتر شد رام بود خدا رو شکر اصلا حال هممون بهتر شد خدا رو شکر هممون ساحل زده شده بودیم قشنگ بندر عباس رام بود یه سفر با هم بریم فوق‌العاده و بریم قشم و جنگل حرا و بپکنیم ما تو یه بار منو وردار ببر جنوب این همه اونجا سرزمین توه جای توه انقدر خوب میشه منو ببر بگردم رام بود به اون نون و نمکی که با هم خوردیم به نفست قسم که میبرمت رو سرم میذارم میبرمت جنوب راست میگی میبری من خودم ماشاءالله جنوب ماشاءالله بوس بده شاکرت آره والا بابا آدم یه همچین رفیق داشته باشه بعد نره جنوبو ببینه درست رامبود تو قشم داری راه میری کنار دریا وای یه امینی چند تا شطور از ایور رد میشن میان اونور به خدا این زنگولا ها صداش مثلا دیمونه میگه شطورا میچرن هله 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 شمشیر دستا هله هله مردان خوبان هله هله مردای جنگی شطورا میچرن وای هله 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 وای الله اصلا دیمونه کننده است رام بود جان خودم رامبو حالا شیر شطور خوردی؟ خوردم دوغ شطور هم خوردم بد خوشمزه است و بدم میگن خاصیت داره خیلی خاصیت داره راست میگی؟ به جان خودم آره آره دوغ شطور چجوریه؟ یه ترشی خاصی داره خیلی جواب میده رامبو یعنی پس ماست شطور هم داریم دیگه ما حالا ماست شطور رو دیگه میخوای تا صبح هی بگی مثلا شیر شطور پنیر شطور سرشیر شطور ما الان بلندشون بیام اینجا ببافمت و دیگه شوخی شوخی با شطورم شوخی زنگ بزنم الان بریزن به چای یا نه نه نمیدونه سبقه رو شطور اساسی نمیدونستم من بعد کسی راجع به دوغ شطور یا شیر شطور یا ماست شطور شوخی کنه دهنش کاگل میگیرم این عینک من کجاست؟ رامبو جان بله عینک ایزی افتاده بود نمیفهمم چرا دست درد نمیفهمی چرا؟ نه با کله زدی تو صورت من بابا تهمت نزن ای آقا فیلمش هست تهمت یه ویدیو چک خواهش میکنم یه ویدیو چک ویدیو چک اینت برو کم نکش آره ویدیو چک رو ببینیم زبدی بی رب دب رب دیرو رب دب دیرا بب دب دیرو رب دب دیرا اینه با کله زدی با ببینم اینجا تو آب خوردن داری تشنمه میخی بیو خدمت شما باش زیاد نخور فقط رام بود از زیاد خوردنش خیر ندیدم شر شده تا تهش رفتی بالا تشنم بود چه کردی با خودت رام بود من میرم برمیگردم شاکرم رام بود آقای شاه حسین بله ما میشه از همین تریبون یه چیزی هم استفاده کنم یه تسلیتی هم بگم بفرمی بله دوستان عزیز دانش آموزان عزیز اول مهر نزدیک است و این واقعه را به تمام دانش آموزان عزیز تسلیت عرض میکنم همه شماره ها رو بیارین بالا ببینیم بله جناب خان جان اینا چیه؟ شماره قرعه کشی هر نفر یه دونه نه خب ما مویرگی آشنا داشتم ما تو بخش شاه حسینی مویرگی آشنا داشتم رام بود چند تا گرفتم شاه حسینی؟ نه این شماره رو آیه اصلانی بین بچه ها تقسیم میکنم آره. عزیزم این بین همه جان. تقسیم میشه همه باید یه دونه داشته باشه نمیدون عجیب بین ما تقسیم شده رام بود جناب خان یه لحظه اجازه بده جان چیه؟ جونو این همه خیلیه
عزیزم این خیلیه، نکن. چه خیلیه رام بود؟ آخه خب این معلومه این چه چیزی، یعنی الان به نظرت به ما نمیاد این شبیه تقلب عزیزه دلم، این شبیه تقلبه. چه تقلبی؟ شما جایزه میخوای بگو، من یه جور حالا برات به جایزه میدم. ما دوست دارم عادلانه قرعه کشی بشه. این عادلانه است؟ بله بله، ایشالله خدا خودش هر کی تصمیم میگیره توی مسابقه برنده کنه، حق به حق دار برسه. من نمیخوام رو حق پا بذارم رام. بابا این جرفی، این خودش پا گذاشتن رو حقه. یه بار دیگه این ایتوری تکون بدی چنان میبافمه. بیا بفرما بکش در. شما یه دونه بکش. شماره 68 دوازده. اعتبار خرید 50,000 تومان کتاب به نفرات بغل دست یا رو به رو یا پشت سر باید هدیه بدیم، به کی میدیم؟ این میدم بغل دست. بفرم. اینم مودم ایرانسل. شماره 18 اسمتون لطفاً. الهه میر هاشمی هستم. خانم میر هاشمی از 1 تا 14 به غیر از 4 و 12 6. آها یخچال پرید آوردیمش، آوردیمش اونجا گاز پرید آوردیمش. رام بود. بله خیلی تبریک میگم به سرکار خانم الهه بابت جایزه خوبی که برنده شدن، واقعا از ته دل داره الان به همه عوامل خندوانه حرفای خوبی میزنه. سرکار خانم بفرمایید که نفرات بغل دست و روبرو 50,000 تومان خرید کتاب به کی؟ به ایشون میدیم. مبارکه. خدایا شماره 70 سب کن فکر کنم مال ما بود. سب کن اینه بود وی رامبود. بله رامبود. ای وای جناب خان هفتاد. نوره جناب خان هفتاد. رامبود هفتاد ماشاءالله. یخچاله زدم همه بگین ماشاءالله یخچال، ماشاءالله یخچال. جایزی هم جور شد، خدایا جایزی هم کامل شد. ساید بای ساید ها. ساید بای ساید حرف زشتیه؟ نه حتی یه سایدش هم حرف زشتیه؟ نه عزیزم ساید بای ساید از این دو در است. بگو دو در که حرف زشتیه که. نه آقا ای بابا همه چی رو نکن تو هم دیگه. بگو که یه بار بگو ماشاءالله ساید بای ساید. ماشاءالله ساید بای ساید. ماشاءالله. وای رامبود. رامبود. اول بگو که این اعتبار خرید 50,000 تومان کتاب به کی میدی؟ من میشه با اجازت اینو تقدیم کنم به یکی از فیلم بردارا؟ آره به کی؟ به همون که الان داره تصویرمونو میگیره. یعنی روزبه؟ آره میخوام این مبلغو بدم به ایشون که دیگه اگه از این به بعد تصویر شما رو اگه میشه نشون نده. تشویق کنید خواهش میکنم. من اینجا بکنم. متشکرم جناب خان. جناب خان میشه دیگه. جناب جاکرتم آره. متشکرم دارم. فداد بشم آره. هر جا رامبود بود تو افق نشون بده. دست درد کنی. میکنی؟ چی شد؟ میگه هر جا رامبود بود تو افق نشون بده. نه من هر چی که کارگردانم بگه انجام میدم. 50 تومنه رو دادم رفت. ولی عوضش یخچاله رو آوردیم تو خونمون. وای ساید بای ساید. برو ببینم از 1 تا 14 به غیر از بگو چند 4 و 6 و 12 بستنی بزنم. شماره 7 باید با خودت عکس سلفی بگیری. جناب خان
مگه تقصیر من قرعه کشی؟ آقا آقا قرعه کشی به من چیزی ربطی نداره. من عاشقم. آقای شاه حسینی زنگ بزن آژانس. من یک دقیقه دیگه اینجا نمیمونم. آقا عکس سلفی با عمم بگیرم الان. من چی کار کنم؟ تقصیر من نیست، ایناست. من عکس سلفی برای سر قبرم میخوام. آقا دور از جون عزیز من. یه سیستم کاملا اتوماتیک، یعنی کامپیوتری هست، ما دخیل نیستیم داخله. شانس خودت. اون کامپیوتر بابا بالا پشتمون پرت کن پایین. وای کامپیوتر میکشه برای خودم. عزیز دل من آقای محترم. خب آقا با مردم دعوا نکن. چرا جان من شاه حسین نظر نکن. اه جان من جناب خان مدرسه هوا شده وقت چه زیبا شده با حضور بچه ها مدرسه گوغا شده. آرامشت حفظ کن، آرامشت حفظ کن. آخه اینقدر پرت و پلا نگاه کنید. این یواش گوش بچه نگاه کن گوش در بیاری شما رو پرت کن. یواش بای قرعه کشی چون کار کشی. آخه ببین چقدر هم کارت واسه خودش برداشت. هنوز هم شانس داشتی ما یه قرعه کشی. چیه شما هیمونه نگام جان چیه نگام میکنی؟ یه دقیقه کات بده مو برون بالای پیره سفیده ای بابا بامن که اصابانه گرد. نه 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 چیه؟ آقا نه جان چی میگی؟ نکن نکن آقای محترم جان یه دونه جایزه نگرفتی ول کن دیگه. خب الان ما آب کجا بذارم خنک بشه؟ مشکلت آب خنکه. من یه کاری میکنم نگران نباشه. من یه یخچال دارم. 50 تومنه که دادیم او میگه چیز میکنی؟ اینه که دادم او مدرسه که وا شد. نکن جان ایران بود با کسی چیز نکن. آقا مهدی چیه؟ چرا میخندی؟ بابا خندید. بچه کجای مهدی؟ ایوه خودو دزفولیه. دزفیل؟ دزفیل ای قربونه دزفیل برام چاکرت و ما چاکرت. پس میبوسی کنیم با هم دیگه لطفا. فرما نشین اوفه اوفه قربونه. آقا یه دست برای دزفول واقعا باید زد بریم. رامبو بله تموم شد قرعه کشی؟ بله یعنی خلاص خلاص؟ خلاص خلاص باش. آره دیگه شبی سه تا چهار تا قرعه کشی میکنیم. سری بعدی کل شماره هایی که برداشتون میفهم. یعنی هیچ کس شماره نداشته باشه فقط همه چه برمیدارم دیمونه. خیلی خوب جناب خان بریم امشب مسابقه خانم هاست میخواییم ببینیم چیکار میکنن. باشه با اجازت ما برم یه خورده بر بخت خودم لعنت بفرستم. شب دوباره برمیگم کاری نداری فعلا. باشه قربونت برم. قربونت میدونی خیلی دوست دارم نه؟ باشه آره ما با اجازت بریم نیاییم. بگو بگو چی باید بگیم؟ بگیم بریم نیاییم. باشه بگو سه دو بریم نیاییم. سلام علیکم. بالاخره میخواییم به قولتون عمل کنیم. از کردم چشم با جان و دل. تهران تشریف نداشتی؟ نه خیلی رفت بودم همه جا. نگفت کسی به شما که چرا اینو گفتی نه چرا نه نگفتی نه. تعریف کردن نکردن؟ خیلی خوشحال بودن از تعریفای من. به خصوص دخترهای همیتا. دخترهای همیتا خیلی تشکر کرد. هر کس میزید مدنی سرفراز رو من کردیم. باید ای باشی. حالا آمار ازدواج بالا رفت خدا رو شکر نه. حالا هنوز آمار نگرفتم امیدوارم. ایشالله که بالا رفت. امیدوارم که خدا روح سازگاری به زن و مرد بده به دختر و پسرها. قصه ای که میخواید الان بگید چیه؟ خرس و کوزه اسد. خرس و کوزه اسد چه قصه خوبی.
اینو قبلا خوندید آماده کردید یا نه؟ شما اینجا خوندم برای اینجا خوندید یه بادی وزی یه بادی دیگه اومد آفرین پسرم شما هم سر جات میشینید آفرین به پسرم خوب رفتن سراغ خرسه رفتن کجا؟ عزیزم خانومم شما مثلا بچه های خودتون امیر شهاب اینا مثلا کوچیک بودن بازی میکردی اینا فلان حسابی با بچه های کوچه با بچه بچه ها رو میآوردن تو منزل ما خب حیات داشتیم حیات بزرگی بود حوض داشتیم این بچه ها یه دمیده 13-14 تا بچه تو حوض وول میخورد خب خود به خود با هم میزدن هم دیگر کتک میزدن دوا میکردن بازی میکردن به کار بچه ها ما بزرگتر ها دخالت نداشیم خودشون میدانیستن که باید از پس هم بر بیار آقا پسرم گوش میدی شما دیگه بیمام و اصلا من چی کار کنم زنبورا گفتن واه 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 چه پسر خوبی چه دختر خوبی خداحافظ عجبا خیلی خوب خیلی لطف کردین برنامه خوبی های خندوانی بله خواهش میکنم چون مردم نیاز به خنده دارن اره همه چی تو زندگی همان داره ولی خنده کم داریم بله تو اونم خوشبختانه خیلی هم عالی لطف کردین بازم ایشالله بیاین خندوانه و قول بدین و انشالله. عمل کنید و اینا انشالله. به مردم همدان و اینا هم سلام برسونید منم هم از اینجا به همه ایرانی ها هر جای دنیا هستن سلام میکنم به خصوص همشهری های خوب همدان دست بوس همه شان هست شما بزرگوارید خداحافظ شما خداحافظ ستاره 730 مربع و تا الان 32 نفر جایزه گرفتن 30 نفر هر کدوم 500 هزار تومان جایزه گرفتن 2 نفر هر کدوم 5 میلیون تومان جایزه گرفتن میتونید تشریف ببرید توی سایت ستاره 730 مربع یعنی 730.ir میتونید تشریف ببرید اون تو و ببینید که کیا جایزه گرفتن اسم خودتون هم ببینید اون دو نفر 5 میلیونی که اعلام کردیم باشون هم حرف زدیم ولی اشخاصی که 500 هزار تومانی دارن هر شب 10 نفر 500 هزار تومان اونا رو میتونیم ببینیم اسمتون جزوشون هست یا خیر خیلی هم باحال قرارمون هم این شد عید تا عید یعنی از عید قربان تا عید قدیر هر شب کسایی که دارن تراکنش میکنن شارژ میخرن بین اونا 10 نفر انتخاب میکنیم به هر کدوم 500 هزار تومان جایزه میدیم بجنبید شارژ بخرید و اصولا هم از این روش استفاده کنید درخت ختم میشه وقتی میرین شما با این کارت شارژ ها میرین شارژ میخرین برای خودتون اینا درختن اینا حیفن اینا بده نکنید از این طریق شارژ بخرید حالتون چطوره؟ عالی خدا رو شکر امشب هم باز قراره که بهمون خیلی خوش بگذره تا اینجاش که عالی بود با جناب خان کلی خندیدیم کیف کردیم به قول استاد کهنمایی گفتیم خندیدیم بسه دیگه احترام ها رو حفظ کنین و قراره که امشب مسابقه خانوم ها رو با هم تماشا بکنیم 4 خانوم بازیگر که قراره با اعلام و دعوت من دونه دونه تشریف بیارن تو و اجازه بدید شروع کنم دعوت میکنم ابتدا از سرکار خانم سیما خضرآبادی دیگه چی بگم؟ خانم خضرآبادی چطورن؟ عالی خیلی شل شدین چرا؟ عالی حالتون چطوره؟ عالی اینه خانم چطوری؟ خیلی ممنون خیلی خوشحالم ببینم تون کدوم بر میشین؟ بفرمین بشینین یه جا اینجا بشینم خب
خب اجازه میدید منم اینجا بشینم؟ بفرمایید. یه حال احوال بکنیم با مخلصیم. خیلی خوش اومدین. ممنون. مخلصیم. دارین چی کار میکنین؟ من به تازگی سر سریال آقای سیروس مقدم بودم که دیشب تموم شد تازه. خب بله. به سلامتی. خب چطور بود؟ تجربه لذت بخش؟ خیلی. من البته دومین همکاریم بود با آقای مقدم، ولی خب قبلی یه مقدار کوچیک‌تر بودم. حالا خیلی بلد نبودم انگار سینما رو یاد گرفتن و از یه سری پیشکسوتایی که حالا باهاشون قبلا کار کردم، ولی اینجا خب خیلی استفاده کردم. خیلی یاد گرفتم از آقای مهدی هاشمی، آقای فخیم‌زاده، آقای محسن تنابنده و بقیه دوستان. همه ما درجه یکن. بله. چی شد بازیگر شدین؟ دلتون خواست بازیگر بشین؟ من خیلی کوچیک بودم. من پدرم مدیر تولید سینما هستن. خب. بعد خیلی کوچیک بودم. یه بار رفتم سر صحنه، 9 سالم بود. آقای غلامرضا رمضانی منو دیدن و انتخاب کردن واسه یه سریالشون که خیلی هم پدرم مخالف بود و دوست نداشت اصلا. بعد بازی کردم و بعد از اون دیگه کار نکردم. پدرتون خیلی مخالف بودن، دوست نداشتن، ولی شما بازی کردید. نه خب خیلی، یعنی کلنجا رفتم و چونه و اینا و کمتر. من بیشتر گروه تولید همون سریال، اسم سریال فرزندم بزرگ شده بود، یعنی خب خیلی زیاد نزدیک بود به اون شخصیتی که اونا میخواستن. بعد از اون دیگه کار نکردم، یعنی خودم احساس کردم خیلی به درسم داره لطمه میخوره و حالا ترجیحاً. خیلی نکته درستی. همه یه کسایی که همچنان دارن درس میخونن، دلشون میخواد بازیگر بشن و پدر مادرشون، به این نکته توجه کنن. بازیگری کار، حرفه است، یه شغله. بله. اینه که بچه‌تون رو بفرستین کارخونه بره سر کار. حالا اونهایی که شرایطش و امکاناتش رو دارن که بچه‌هاشون کار نکنن، متوجه این باشن اینه یه حرفه است. روزی 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت کاره. بعد بچه قطعا از درسش میفته. خب خیلی ممنونم از این نکته آموزنده و پندامیزی که به ما دادید. من دعوت میکنم از مهمان بعدیمون، دعوت میکنم از سرکار خانم سپیده خداوردی. سلام بدین. سلام. سلام. میتونم بگم خوشبختم که بین این همه شادی و در کنار آقای رامبد جوان که این همه شادی رو به وجود آوردن هستم. بسیم. خیلی خوش اومدین. بفرمین. حالتون چطوره؟ عالی؟ ممنون. عالی یا نه؟ عالی. دارین چه کاری میکنین؟ تدریس. و تدریس؟ من موزیک خوندم. بله. دانشکده تئاتر خوندم، همچنان موزیکم رو تدریس میکنم و کار میکنم. به تازگی هم که اجرا داشتیم با آقای عقیلی و سانیار رو بزرگ میکنم. چه عالی. سانیار؟ سانیار. بله. خیلی قشنگ. آخرین کتابی که خوندیم خوشمزه بوده؟ آخرین کتابی که خوندم چراغ‌ها رو من خاموش میکنم بود فکر کنم. آها. خیلی من خیلی دیر خوندم این کتابا. آره. بگین مال کی بود؟ یادم نیست اسم نویسنده‌شو. توی آبادان، منطقه برایم آبادان. آره آره من خوندم این. بگین. زویا پیرزاد. زویا پیرزاد. خیلی خب. پس این کتابو دوست داشتین. خیلی بله. پیشنهاد می‌کنین بخونم؟ بله بله. سرکار خانم فریبا نادری. آخه سلام. خوش اومدین. سلام. 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 حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. از کجا میدونی؟ من معلوم نیستا. نه از اون پشت حدس میزنیم. حال منو. آره. خوبم. چطوری؟ خوب. بگین دارین چیکار میکنین؟ الان که مهمان برنامه شما و کارسری سریالم. چی؟ سریال پرستاران آقای علیرضا افخمی. پرستاران آقای علیرضا افخمی. آها آها آها. اصلا
آره آره میدونم دارین تولید میکنین خیلی هم مفصل. خیلی خیلی هم زمستون هم قرار پخش کنین. قرار بر اینه که بعد از 22 بهمن پخش مشاهده بشه. کیاین؟ خیلی اوه اوه. آره شما یه پرستارین؟ من پرستار شیفت شبم، پرستار شیفت روزم داریم، بازیگر مهمان زیاد داریم، بیمارایی که میان اورژانس میشن. خانم گودرزی هستن، خانم عاطفه رضوی، خانم کیانی، خانم الناز حبیبی، سیاوش خیرابی، میرطاهر مظلومی، حسین سلیمانی و خیلی چقدر خوب به همه سلام برسونی. سلام. چقدر موقعیت جذاب نمایشی اصولا بیمارستان و اورژانس و اتفاقای اینجوری فوق العاده است. خیلی نمونای فرنگیش هم همیشه خیلی موفق بودن. آره امیدوارم که ما هم بتونیم. حتما چرا نه؟ ما میتونیم. آره. کتاب چه خبر؟ کتاب خوبه. میخونین؟ آره. چی خوندین این آخرین کتابی که خوندم بازی عروس داماد بلقیس سلیمانی، مجموعه داستان‌های کوتاه است که خیلی خوبه. خوب خیلی خیلی بامزه است. بگین یه بار اسمشو. بازی عروس و داماد. اسم یکی از قصه های کوتاهشه که اسم کتابم که اسم کتابم همینه. بازی عروس و داماد. دعوت میکنم از سرکار خانم مهسا کرامتی. سلام. سلام. ماشاءالله بهتون. ماشاءالله. من قبل از اینکه بپرسین آقای جوان عالیم. خب. و دیگه بین این همه انرژی عالی‌ترم شدم. راما جان چطورن؟ خیلی خوب. براتون سلام رسوندن. خیلی سلامت باشین. دارن چیکار میکنن؟ مشغول یه سریاله برای آیفیل. آها. بله به اسم دیوار شیشه‌ای که دارن اون کار میکنن. بسیار کی تموم میشه ببینیم؟ انشاءالله مثل اینکه از دی پخشش قراره که شروع بشه ولی همچنان تولیدش ادامه خواهد داشت. بله خیلی سلام برسونیم. چشم. راما قویدل از کارگردانه بسیار خوب ایرانه که من افتخار همکاری باهاش رو هیچ وقت نداشتم ولی افتخار دوستی و رفاقت رو باهاش داشتم. خودتون چی؟ خودم که مشغول فعلا پسرم هستم چون کوچیکه و یه مدتی میخوام که باش باشم و کار نکنم. خیلی هم خوبه. بله. وقت بذارین برای پسرتون. آره. کیف کنین. آره چون 2 سال دیگه تکرار نمیشه ولی تو این 2 سال من قاعدتا اسکار نمیگه. راست میگه. راما جانم که داره زحمت میکشه کار میکنه. بله. شما فرصت دارین بیشتر معاشرت کنین با پسرتون. بله. خیلی هم عالی. و بگید که کتاب؟ بله توی این فرصت که کار نمی کنم سعی می کنم خوب فیلم ببینم و کتاب بخونم و ورزش و یه کار اینطوری که میشه دیگه. خب خیلی عالیه. کتاب بله. که بهتون معرفی کنین چی داریم؟ پیشنهاد؟ بهتون معرفی کنم خدا عشق غذا الیزابت گیلبرت که خیلی کتابیه که به نظرم یه بار دیگه اسمشو بهمون بگیم. خدا عشق قضا. خدا عشق قضا. فیلمش هم هست. فیلمش هم هست. فیلمش هم خیلی بله خیلی کتاب خوبیه. من خیلی دوستش دارم. خیلی الیزابت گیلبرت خیلی انرژیش مثل برنامه شماست. حال آدم خوب میکنه و انرژی خوب میده و شالی. آره به نظرم کتابیه که هست. توی هر سنی و توی حالا هر لول اجتماعی خوندنش کار سختی نیست و کیف میده. خیلی عالی. خانما اسامیتون روی این کاغذ هست. قرعه کشی میخواییم بکنیم. یه دونه شما میکشین، یه دونه شما میکشین، یه دونه شما میکشین، یه دونه شما. اسامی که اینور میفتن با همن، اسامی که اونور میفتن با همن. خانم سپیده خداوردی. نخونی نخونی نخونی. کی 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 کی؟ سیما خضرآبادی. بگین. من
مهسا کرامتی. مهسا کرامتی و فریبا نادری. فریبا نادری و سیما خضرآبادی با همن. سیما درسته؟ آره. بله. و مهسا کرامتی و سپیده خداوردی با هم دیگه. منصفانه دو تا مادر با هم. آه گروه مادران. الان کی چه آوازی؟ گروه مادران و گروه خواهران. آماده؟ بله. بریم بیایم و مسابقمون رو شروع کنیم. خب کسی نکته نداره؟ نه. میشه هم گروه ها کنار هم بشینیم؟ بله. شما برین اون ور، شما بیاین این ور لطفا. بله. فقط برای اینکه کنار هم باشین. خب یک دو سه بریم بیان. حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. راجب ایرانسل همونطور که قرارمون بود یادتون نره که از عید تا عید، از عید قربان تا عید قدیر قرار بر اینه که شما از یک بسته مقرون به صرفه و خیلی خیلی باحال ایرانسل استفاده بکنید از طریق ستاره پنج مربع. خیلی ساده و میتونید این بسته رو خریداری کنید، ازش استفاده کنید. پس این از این ستاره پنج مربع، این تموم بذاریم کنار. ترابرد پذیری. آقا این ترابرد پذیری من همچنان معتقدم یک انقلاب و یک کار بسیار بسیار جذاب و فوق‌العاده. این که شما با داشتن شماره خودتون هر چی که هست از یک اپراتور دیگه به یک اپراتور دیگه میرید، مثلا میتونید از یک اپراتور دیگه تشریف ببرید به ایرانسل و از امکانات ایرانسل استفاده کنید، ولی شمارتون همون شماره است، هیچ فرقی نمیکنه. و اینکه روشش هم اینه، یا میرین توی سایت ایرانسل.ir، اونجا میرین و برای ثبت نام اقدام میکنید، یا تشریف میبرید به مراکز خدمات ایرانسل و اونجا میگید که من میخوام ترابرد پذیری بکنم، میخوام انتقال شمارم رو انجام بدم و به شما یه فرم میدن، ثبت نام میکنین، کارت ملیتون هم باید همراهتون باشه. بعد که تشریف بردین اون وقت براتون یک اسمس، یه پیامک میاد، تایید میکنین. بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. خیلی عالی، شروع میکنیم مسابقه رو. خانم کرامتی و خانم نادری در برابر هم قرار گرفتن، هر کدوم از گروه خودشون. بله. و ابتدا خانم نادری هدفون میزن رو گوششون، موسیقی براشون پخش بشه. هیچی نمیشنوید. ایشون جمله ای رو میگن، باید لب کنید. جمله؟ یک ضرب المثله. همینجوری لب بزن. چشم. خیلی یک باحت. دو سه دست بلند. دست دست بالایه. آقا دست بالا، دست بسیار است. آفرین. گفتم الان باید از من تشکر کنیم. هدفونتون رو به آره خیلی همکاری کردم. دمت گرم. من همین شکلی خیلی, خیلی همکاری کردیم. بریم و بردیم. هدفون رو بذارید. خیر اصلا بگین بشنویم. شاهنامه. بگین بشنویم. نه 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 نه. آخ فانتوم. فقط لب. شاهنامه آخرش خوشه. چی؟ بگین. شال. شاه. نامه. 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 شاهنامه. شاهنامه. آخرش خوشه. نه بابا. سیما. تو می تو. یه دست بزن یارم روحیه بگیره. آدمی را سب کنی. یک دو سه آدمی را ها؟ آدمی را آدمیان آدمی را یه دو کامل بگیم. آدمیت لازم است. آدمی را کامل بگین جمله رو. آدمیت یه چیز کمک کن. آدم چی کار میکنه؟ آدمی را آدمی ساز. یه دو کامل بگیم. آدمی را آدمیت لازم است. هر دفعه کامل بگیم. آدمی را آدمیت لازم است. بگیم آدمی را آدمیت لازم است. آماده؟ یک از اون ورش خونده نشه. نه من دقت کردم. یک دو سه ز
زمستان رفت و روسیاهی بلندتر بگیم زمستان رفت و روسیاهی به زغال آفرین تشریف بیاین بر شما بریم یک دو سه سخته مرگ یه بار ببخشی مرگ برگ پاییزی یه بار کامل بگو مرگ یه بار شیون یه بار مرگ برگ مرگ مرگ آقا این یه چیزی میگه من نمیفهمم مرگ باز اولشو بشنم نه فری با جان من مرگ مرد مرگ مرگ مرد مرگ یه بار مرگ من نمیرم نه مرگ یه بار مرگ من یه مرگ یه بار مرگ یه بار شیون یه بار آقا ما بردیم آماده آره یک راحت. دو سه قوره نشده قوره نشده نویز شده نویز شده آفرین حواست تو یار من نیست شما یه سر یادم باهوش آوردین آقای جوان اینجا یه مسابقه سخت‌تر ندادین الان بهتون میگم جاتون عوض کن سه شریک دزد و رفیق قافله یه بار دیگه بزن. شریک دزد و شریک دزد و رفیق قافله بگین شریک دزد و رفیق قافله شریک دزد و هیجانی دارم یک کامل بگین یک دو عمران اینو نمیتونه بگه یک دو سه آنچه بلند بلند ازل گفت آنچه استاد ازل گفت بگو میگویی آنچه استاد ازل گفت تیکه تیکه میگه استاد ازل آنچه استاد آنچه استاد مثلا اینو نشیدم آنچه استاد ازل گفت شیخ استاد غزل گفت ازل گفت بگو میگویی بگو میتونم میتونم بگو میتونم میگویم خدا رو شاید کامل بگیم یه بار کامل باید بگی نه دیگه گفت کامل تیکه سب کنید رایی میکنم گوش کنید تیکه تیکه‌شو گفت ولی الان میگم کامرشو بگو الان بگو نمیدونه بگه نمیدونه آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم تازه آنچه‌ش هم الان فهمید اصلا نمیدونه از ازل ما مو بردیم ولی اشکال نداره حتمونو خوردن نظر شما الان بپذیرم یا نپذیرم نه اونایی که میگن بپذیرم دست بالا آقا میپذیریم آقا آخه جا ببین تیکه تیکه‌شو گفت الان شما آنچه را الان گفت آنچه را اول گفتم بعد الان نمیدونستم دوباره تکرار کنم آره خیلی خوب هر دو در این قسمت مساوی امتیاز آوردین میریم به مرحله بچه ها گوش میکنم من برای تموشش میگم هر دو مساوی امتیاز آوردن نیم نیم نصف نصف این امتیاز یه دونه تقسیم میشه بین جفتشون هر دو گروه بریم برگردیم مرحله بعدمون رو ببینیم آماده یک دو سه
خانم ها حالتون چطوره؟ عالی. ببینید الان این شکلیه بازی. شما یک کلمه میگین، شما کلمه ایشونو تکرار میکنین، کلمه بعدی رو بهش اضافه میکنین. شما دو کلمه ایشونو میگین، ایشون و ایشونو میگین، کلمه سوم میگین. همینجوری میریم تا ته. خب انقدر میریم تا هر کی نوبت بهش میرسه خطا کنه. خطا که کردید از بازی حذف میشین و گروهی که حالا یک نفرش یا دو نفرش موندن اونا برندن، امتیازو میگیرن. حافظه قوی میخواد. آماده؟ آماده؟ بله. یک، دو، سه. من سپیده. من سپیده و سیما. من سپیده و سیما و مهسا. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه شرکت. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه شرکت کنیم. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه شرکت کنیم به همراه. من سپیده و مهسا و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان. یه نفس عمیق. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در برنامه خندوانه، در برنامه نداره، در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در برنامه خندوانه شرکت، در برنامه نه در خندوانه، در خندوانه به همراه رامبو جوان شرکت کنیم و اشتباه. نه آماده؟ شما از بازی هست شدیم؟ اینجوری ادامه میدیم. خب شما لطفاً جاتون عوض کنید. الان شد از اول؟ آره مسکه. بله از کجا بودیم یه بار بگین. آها جمله اصلی. ادامه. خب ادامه. جمله اصلی رو بگید. شما از اول شروع میکنید، میگید یه بار براشون بخون شاه حسینی بلند. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه شرکت کنید به همراه رامبد جوان و جناب خان. اوکی. آماده؟ بله تو رو خودت بشمون تا یادم نرفته. 2 3 من سپیده و سیما و مهسا اومدیم در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان تا با شما. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان تا با شما مردم روزه. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان که تا با شما روز خوبی. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان تا با شما روز خوبی داشته باشیم. دست بزن تو رو خدا. بس دیگه. ادامه برو. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان تا روز خوبی داشته باشیم با شما روز خوبی داشته باشیم و بهمون. من سپیده و سیما و مهسا اومدیم که در خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان تا با شما روز خوبی داشته باشیم و بهمون خوش بگذره. ادامه. من سفیده و سیما و مهسا اومدیم خندوانه شرکت کنیم به همراه رامبد جوان و جناب خان تا با شما روز خوبی شور داشته باشیم و
به همون خوش بگذره و خوش باشیم. درست بود حسینی؟ بله آقای. برو ادامه ده. من سپیده وسیما و مهسا اومدیم خندوانه به همراه رامبد جوان و جناب خان تا به همون خوش بگذره، تا روز خوبی داشته باشیم با شما و به همون خوش بگذره. خوش باشیم. خوش باشیم. خوش باشیم. چقدرش بعدشی میشه. خوش بگذر و خوش باشیم و بریم خونمون مثلا. بسیار عالی. گروه نادری و خضرآبادی یک امتیاز این مرحله رو گرفتیم. مرسی. ما اجازه رو پنجه تقسیم میکنیم در نهایت. بودیم بریم مرحله بعد. خانم ما بگید یک دو سه، ما همه بگیم بریم بیایم. رو به اون دوربین. بگین. یک دو سه بریم بیایم. خب سوال پیامکی رو میخوام براتون بخونم. قبلش به خاطر اینکه ربط داره به مسابقه بخونه ببر ما یا مسابقه بخونه ببر هممون، اینجوری میشه که بذاریم بهتون توضیح بدم. مسابقه بخونه ببر رو بجنبید، ثبت نام بکنید، کتابهایی که اون تو براتون گذاشتیم رو نگاه کنید و اونی که فکر میکنین براتون جذابتره یا اونهایی که براتون جذابترن رو بخرید بخونید، در مسابقه هم شرکت کنید. تا 5 مهر هم تمدیدش کردیم، از 28 شهریور هم سوالا رو خدمتتون ارائه میدیم که میتونید سوالا رو بخونید جوابشو بدین. هر کتابم 10 سوال داره، هر کدوم از سوالا هم فقط 1 امتیاز، یعنی در مجموع 10 امتیاز برای هر کتاب که از 50 به بالا میرید برای از 50 امتیاز به بالا میرید برای دریافت جایزه اول. ایشالله که 110 میلیون تومن، 1270 نفر جایزه میگیرن توی این مسابقه، 1 میلیارد تومن هم جایزه داریم میدیم. نفری که اول میشه فقط توی اول شدنش 110 میلیون تومن جایزه میگیره. روش دریافت کردن اپلیکیشن تاقچه هم خیلی ساده است. میزنید تاقچه دات آی آر، واردش میشین، نوشته نصب رایگان. نصب رایگان همین مال اپلیکیشنه که واقعا هم رایگانه و چیکار عجیب غریب قرنی است انجام بدین، یه سری ثبت نام و اطلاعاتتون تو انجام میدین و دیگه صاحب اپلیکیشن تاقچه روی گوشیتون یا روی تبلتتون هستین. بجنبین، همه اطلاعاتتون تو هست که خیلی قراره کیف بکنین با این مسابقه کتابخونی. حالا اگر که توی مسابقه رفته باشین این سوال میتونین جواب بدین و جایزه سوال پیامکی رو بگیرین. نویسنده یک کتاب تن تن و سندباد کیست؟ 1 امیر حسین بانکی پور، 2 محمد میرکیانی، 3 مهرداد صدقی. هر کدوم که فکر میکنید درسته عددش رو به 3888 ارسال بکنید و ما هم بررسی میکنیم اونی که جواب درست داده قرعه کشی میکنیم، 2 نفر انتخاب میکنیم، به هر کدوم 250,000 تومان جایزه میدیم. باشگاه مغز 1، این 2 داره 3 داره 4 داره؟ بله 2 داره 3 داره 4 داره، ایشالله به زودی منتشر میشه. عجب. خب 2ش کی میاد؟ یه ماه آینده. واقعا 3 و 4 هم داره؟ بیشتر هم داره. یعنی تا آخر عمر رو شما طراحی کردی که همجوری بنویسید و باشگاه مغز؟ حالا ممکنه من نباشم ولی کلن این سری باشگاه مغز برنامه ریزی شده که رو تعدادهای مختلفی کار کنه. وارسین هم ادامه میدن انشاءالله. یک کاری کردید که همه بهره ببرین. این چیه؟ این هدف پزشکی داره یا چیه؟ این بیشتر هدف مغزی داره، یعنی سلامت مغز مهمه، سلامت قسمت مختلف مغز. طنز جدیه چیه؟ ما هم قسمت طنز توش داریم، هم قسمت جدی، هم تمرین داریم، هم سرگرمی، هم آموزش. و الان هم که جزو بخون و ببر و جزو 10 تا کتاب. بله. حسابی خوشحالیم. خیلی خب
این پرفروش بوده یا اصلا هیچکی اصلا نمیخریده؟ تا قبل از اینکه برنامه خندوانه بیاد به چاپ سومش تموم شد و این سری جدیدم که به سفارش خندوانه است. برای چه مخاطبی نوشتین؟ از 8 تا 80 سال واقعا؟ بله. بله البته هر کدوم این مثلا سن پایین احتیاج به یه مربی داره کنارش. ولی سن بالاتر خودش میتونه انجام بده. مغزمون پرورش پیدا می‌کنه. بهتر میشه. الان مغز شما بهتر شده. اون که 100%. چند وقت طول کشید این آماده شه؟ این حدود یک سال طول کشید و ما مجبور بودیم هی اصلاحش کنیم، چون مطالعه روش انجام میدادیم، میدادیم آدمو پر کنن، فیدبک میگرفتیم، درست میکردیم. کلی بازی داره، کلی چیز داره. ما اسمش البته میذاریم تمرین ها، بازی نه. آها، تمرین داره. تمرین یا ورزش مغزی. چی شد که فکر کردی همچین کتابی لازمه، اصلا به درد میخوره اینا؟ ما دوست داریم مردم جامعهمون، مردم کشورمون مغزشون خوب کار کنه، سالم باشن و تو هر سنی از یک مغز جوان برخوردار باشن. و کم کم قدم هامون رو در این راستا برداشتیم که باشگاه مغز اولین قدممون بود. شما به خانواده تو اینا توصیه کردین؟ همه خانواده من از این کتاب دارن. پایه علمی داره؟ بله، من خودم چون دانشجو دکترای روانشناسی شناختی هستم، بر مبنای اون نظریه هایی که تو این دانش هست ما این تمرینات رو در واقع آماده کردیم. مغز شما پیچیده ترین شیء شناخته شده در جهان است. در هر لحظه میلیون ها پیام به سرعت از سیستم عصبی شما عبور می کنند که مغز را برای دریافت، پردازش و ذخیره اطلاعات و ارسال دستور به سراسر بدن قادر می سازد. دو نفری نوشتین؟ استادم نظارت کامل روی شما و استادتون. بله. اسم در واقع ایشون هم ببرید که نوشتن کمک. جناب دکتر حامد اختیاری. خندوانه رو میبینید؟ بله، هر شب. خندوانه کمکی به مغز میکنه یا نه؟ میتونه بیشتر شه. بهتر، یعنی اثرش رو میتونه بیشتر بذاره. الان اثری داشته به نظرتون؟ بله. همین که باعث شده مردم بخندن، خود خنده برای مغز خیلی خوبه. دستشون درد نکنه. خنده پس برای پرورش مغز خوبه. بله. آره اینم توصیه میکنی همیشه آدم‌ها لبخند داشته باشن، بخندن، خیلی افکار منفی و احساسات منفی نداشته باشن. راجع به خونه برنامه می‌خواید چیزی بگین؟ خیلی کار خوبی کردن، خیلی ارزشمنده که فرهنگ کتابخونی رو دارن ترویج میدن تو جامعه. لطف کردید. خانم ها در این مرحله که الان خانم خداوردی اونجا ایستادن آمادن، یکی از چهار پاکتی که موجوده رو من برای خانم کرامتی میگیرم. خانم کرامتی یک دقیقه زمان لازم دارن و اصلا در اختیار دارن. شکلی که اینجا وجود داره رو به شما بگن، شما اونجا بکشین. آماده این؟ یک، دو، سه. یه مثلث بکش. نوک مثلث دایره. نوکش نوک. نوک مثلث بالا دایره. صدات خوب نمیاد. بلند بگین. نوک سمت راستش هم یه دایره. نوک سمت چپش هم یه دایره. وسط اون دوتا دایره یه دایره دیگه. نه، وسط دوتا دایره روی خود مثلث یه دایره دیگه. وسط دوتا دایره رو خط پایین مثلث. آه اینجا. آفرین. آره. دوباره سمت چپ مثلث یه دایره دیگه همون شکلی روی خط مثلث. نه، همونجوری که پایین کشیدی روزله پایینش کشیدی اونجا هم بکش. همونجوری که روزله پایینش کشیدی روزله سمت چپ هم بکش. آفرین آفرین. دایره بعد یه دونه مثلث روی اون زله سمت راست بکش. ببخشید من صدا رو خیلی خوب نمیشنم. خب اشکال نه، شبیه شد. خب یاد رو با هم چک کنیم. بله. این یه مثلث بزرگ اینجا کشیده شده، اینجا یه دایره است، اینجا یه دایره است، اینجا هم یه دایره است. یه دایره اینجا بیرون این مثلث مماس با این زل بوده که اومده تو. اینجا یه مثلث دیگه بوده. حالا دیگه در اون حد قبول کنیم. خب اونایی که میگن نصف امتیاز اینو بدیم دست بالا. خانم نصفشو گرفتیم. بهتر از صفره. متشکرم. یه ذره آبرو. آماده؟ یک، دو، سه. یه مربع بکش. یه ذره کوچیک‌تر فریبا.
یه ذره بالاتر کوچیک‌تر. حالا زیرش یه دایره بکش. زیر یعنی مماس. همونجا همونجا. دوباره یه مثلث زیرش بکش. دور مثلث یه دایره بکش. دور کامل. آره آره. زیر دایره یه مثلث. آفرین. دیگه اضافه نکنی خانم. می‌خواستم یه دور بکشم. ایفا خودشه. فقط یه ایراد کوچیک داره که این مثلث بنده خب راحت. امتیاز کامل؟ بله دیگه معلومه. یک دو سه. یه مثلث برعکس نیمچه بزرگ بکش بالا، بالای بالا. برعکس برعکس. آفرین. یه مربع زیرش بکش. مربعی بزرگتر از مثلثه. بزرگ بزرگتر بزرگتر. خب اوکی. سمت چپ سمت چپ سمت چپ. گوشه سمت چپ پایین یه مربعی کوچیک بکش. نه توی خود مربع. سری سری مهسا. سری. یه دونه مربع با چسبیده به ضلع سمت راستش. یه مثلث سرش بالا باشه. نه همون مربع کوچیکه. مربع کوچیکه. مربع کوچیک. مربع کوچیک ضلع راستش. یه مثلث مرسی. بیا پایین یه دایره بزرگ زیرش بکش. زی کل زیره. نه نه آره یه دایره کوچیکتر. کوچیکتر از مربع. وسطش وسطش وسطش. ممنونم. بله. درسته؟ بله. خیلی. امتیاز کامل. بله. یک امتیاز. بیاین بالا. آماده؟ اوکی. یک دو سه. سه تا مربع زیر هم بکش. چسبیده. زیر هم؟ آره سه تا مربع عمودی. آها یک. یه دونه سری پایینش. چسبیده بهش. چسبیده یه زیر. آها یکی دیگه. مربع وسطی رو یه دایره بکش توش. همون مربع وسطی چپ و راستش هم یه مربع بکش هر کدومو. نه نه بیرونش بیرونه مربع. آها یه مربع یه مربع. بالای مربع بالای دو تا مثلث رو بغل هم باید دراری. یک یک. خب یه مثلث برعکس که زاویه هاش اون دوتا هست یه دونم روش کجا؟ بکش همون بالای مثلث ها. اینجوری؟ آره زلش رو ببر بالا اونو. اونو یه ذره ببر بالا. خب راستم ببر بالا خطو بکش تمام. مرسی. خیلی زحمت جانه. شبیه خونه یه که شیروانیش برعکس شده. یه استخرم داره. درسته نه؟ بله. امتیاز کامل یک. منو بله. خب. از این مرحله شما گروه نادری و گروه خضرآبادی دو امتیاز، گروه خداوردی و کرامتی یک و نیم امتیاز. درسته؟ بله. بریم بیاید. بده 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 بده. همه با هم بگیم یک دو سه بریم. برو. یک دو سه. امتیاز. حال من خیلی خوبه رام بود. قصه هامو باد بود. غمام با خنده هات مرد. سخت نگیر غمی نباید خورد. زندگی رو باید به خوشحالی سپرد. میخندیم دومینویی من و تویی که کنار همیم. چه خوش میگذره همه میخندیم به هر چیزی. مهم نیست خوشمزه است یا خنده داره. چه خوب حال ما با خندوانه. که هر کی دید بخنده به راحتی بتونه با سختی یا به جنگه. قوی بشه شیر بشه به بره و تو زندگیش بشه برنده. میخندیم دومینویی من و تویی که کنار همین. چه خوش میگذره همه میخندیم به هر چیزی. مهم نیست خوشمزه است یا خنده داره. چه خوبه حال. Come on.
مرحله اینجوریه که شما به عنوان پاسخ دهنده و پاسخگو و شما به عنوان پرتاب کننده توپ، تا زمانی که من این سوالات معلومات عمومی رو از شما میپرسم و شما درست جواب میدید، شما فرصت پرت کردن توپ با این وضعیت که یه بار بخوره رو میز، بار دومش بخوره بیفته سمت توپا، بره لیوانا، بره تو لیوان. تا زمانی که شما دارین جواب میدین، ایشون میتونن توپ بندازن. به محض اینکه شما گفتید نمیدونم یا غلط جواب بدید، گروه بعدی کار شروع میشه. من میام اونجا و همین روند اونجا ادامه میدیم. آماده این؟ آماده این؟ چی؟ میتونه بلد نبود بگه بعدی دیگه. نه دیگه. نه. بلد نبود من میرم اونجا. یا غلط جواب بدن یا ندونن من میرم بعدی. آماده؟ 1 2 3 بزرگترین دریاچه دنیا چه نام دارد؟ دریاچه خزر، دریاچه بالکان، دریاچه میشیگان. خزر. کدام یک از جانداران که اسمی برم میتونن تا 2 سال بدون خوردن غذا زندگی کنند؟ شتر، روتیل، مار. شتر. شتر نیست؟ نه. ما یه شتر میشناسیم. کدام یک از مواد غذایی که اسمی برم درمان بیخواب در درمان بیخوابی موثر است؟ زعفران، پسته، نخود. زعفران. نه. شتر. پنگوئن آبی رنگ در کجا زندگی می کند؟ استرالیا، کانادا، قطب شمال. چرا آبی؟ قطب؟ نه. استرالیا. کاشف رادیوم کیست؟ آلفرد نوبل، جورج استیونسون و ماری کوری. دومی. نه. اولی. نه. کدام دکمه های صفحه کلید رایانه دارای برجستگی است؟ F و J، D و K، H و J. J و F. J و F. کدام حیوان قادر به دیدن آسمان نیست؟ کرم خاکی، حلزون، خوک. کرم خاکی. نه. حلزون، خوک. نه. سومین کشوری که به فضا رفت کدام یک از این کشورهاست؟ آمریکا، شوروی، کانادا. آمریکا. نه. ای بابا. هورمون رشد در چه ساعتی از شبانه روز تولید می شود؟ اوایل صبح، پیش از غروب، زمان خواب. خودتون می دونستین اینو؟ بله. اوایل شب؟ خیر. اوایل شب. کدام کشور کمترین آسیب ها را به دلیل تغییرات و آب و هوا متحمل می شود؟ استرالیا، ژاپن، نروژ. استرالیا. خیر. سیما گوش بده. کدام یکی از گونه هایی که اسمی برم مار غیر سمی است؟ خانم یه ذره فاصله بگیرین. افعی، بوا، کبرا. افعی که میزنه، بوا، کبرا، بوا. بزرگترین کشور فرانسوی زبان دنیا کدوم یکیه؟ فرانسه، جمهوری کنگو، مراکش. دومی. جمهوری کنگو. سخت. کدام یک از پیامبرانی که اسمی برم نقاش بوده؟ داوود، مانی، ادریس. مانی. بله. پرچم کدام کشور در جهان 4 ضلعی نیست؟ چین، نپال، ناورو. ناورو. خیر. چون نمیشناختم. جنگ 100 ساله چقدر طول کشید؟ 99 سال، 100 سال، 116 سال. 100 سال. خیر. مصرف بیش از اندازه کدام ماده غذایی اعتیاد آور نیست؟ شکر، روغن، میوه. میوه. بله. نخستین جانورانی که به دست انسان اهلی شدند کدامند؟ اسب، گربه، سگ. سگ. بله. ظرفیت ذخیره سازی مغز انسان چقدر است؟ 1 ترابایت، 2 ترابایت، بیش از 4 ترابایت. خیلی. بیش از 4 ترابایت. بزرگترین پل شیشه جهان در کدام کشور است؟ چین، آمریکا، سوئد. چین. بله. کدام یک از مواد غذایی که اسمی برم در برطرف کردن افسردگی مؤثر نیست؟ خرما و گردو با هم، بستنی، زرشک. خرما و گردو با هم. خیلی. نه زرشک. نه. زرشک. کدام کویر در ایران ثبت جهانی شده است؟ مصر، لوت، ریگ جن. لوت. خورشید در کدام کشور زودتر دیده می شود؟ ژاپن، استرالیا، کانادا. از غرب میاد دیگه. کدوم غربه؟ نه از شرق میاد. شرقی کدومه؟ استرالیا. تو رو خدا نرین. کدام کشور بیش از 10,000 ساحل دارد؟ استرالیا، ژاپن، آمریکای شمالی. استرالیا. چی؟ بله. کدام سیاره در جهت عقربه های ساعت می چرخد؟ مشتری، ناهید، مریخ. ناهید. بله. در کدام فرهنگ
پرتاب کردن سیب به سمت کسی نشان عشق و علاقه بوده است. هند، یونان، ایران. هند. خیر و بس است. ایران. و بس است. دو تا مدال. خورشید کجا بود؟ استرالیا. ژاپن. ژاپن. خب. خیلی هم عالی. بشمریم. شمردن خود معلومه دیگه. معلومه. بشمریم. یک. شاه حسینی جون بیا. 28 29 36 36. بله 18 تا من شمردم. 18 تا. صادقانه. 32 و 18 تا. همینجا بیسین لطفا. اوضاع چطوره؟ باختیم دیگه. خیلی خوب. بگید که رانندگیتون چطوره؟ چی شد؟ خانم نادری رانندگیتون چطوره؟ خوبه. قوانین رایت میکنی؟ خیلی. واقعا. ولی خیلی رایت نمیکنن بعد من فقط بوق میزنم و اینجوری نگاه میکنم که این چه کاری بود، ولی خودم واقعا رایت میکنم. خیلی. شما چطور؟ من رانندگی معمولیه. قوانین رایت میکنی؟ بله خیلی به شدت. خیلی. شما؟ بله. من بله به جز یه تیکه خونم که ورود ممنوع انقدره و بندازم تو بولوار اصلی نه اونو ولی میریم دیگه همیشه همم عادت کردن همم میشناسن اونجا رو که اونایی که مال اون کوچن همه این تیکه رو میان عرف شده ولی اصولا رایت میکنم و خیلی هم حرص میخورم یه سوال فضولی دلتون میخواد فضولی هم نیست نه چیز بد نیست دلتون میخواد که به پسرتون چی یاد بدین از زندگی خیلی چیزا خب ولی دوست دارم که سلامت زندگی کنه یعنی چی؟ سلامت از همه جهت از جهت کاری از جهت درس خوندنش از جهت فیزیکی بدنش من فکر میکنم آدمی که روحش وقتی سلامت زندگی کنه شاید کم تو زندگیش داشته باشه ولی همیشه حالش خوشه شما اینجوری زندگی میکنی؟ من خودم سعی میکنم که اینجوری زندگی کنم چیا رو رعایت میکنین که سلامت باشین؟ به جز این تایمی که واقعا بسیار درگیر سانیارم ولی واقعا ورزش رو دوست دارم درس خوندن رو دوست داشتم تلاش کردن رو دوست داشتم با تلاش خودم هر چیز رو به دست بیارم و پاش بایستم و حتی کمی کاستیش ازش لذت ببرم فکر میکنم چون خودم به دست آوردم هر چیز رو تو زندگیم حالم خیلی خوشه از این موضوع شما چی؟ من الان جواب کدوم سوالتون رو بدم اول دوست دارین چی بهش یاد بدید به پسر؟ به پسرم من خیلی دوست دارم که مانی شاد زندگی کنه خیلی برام مهمه شاد زندگی کنه خیلی چجوری میشه بهش یاد داد چجوری باید شاد زندگی کنه؟ این که سخت نگیره سخت نگیره؟ بله هیچ چیز رو شما سخت نمیگیرین؟ نه یعنی من خیلی آدمیم که میتونم خودم رو سریع با شرایط هماهنگ بکنم و اذیت نشم به یه دلیل خیلی مهم اونم اینه که من خیلی از دیگران توقع ندارم و اینجوریه که یه کمی راحت تر زندگی میکنم کاملا درک میکنم ولی برای اینکه یه ذره این راحت مفهوم تر بشه اون وقت چیز چی میشه؟ تغییر دادن چی میشه؟ تغییر دادن دیگران تغییر دادن اون چیزی که آدم توشه تغییر دادن زندگی تغییر دادن شرایط تغییر دادن شرایط به این که اون شرایط اذیتت نکنه ربطی نداره یعنی شما میتونید از یه چیزی یاد بگیرین که عصبانی نشین شما یه کاری میکنین من دوست ندارم من تمرین میکنم از اون کارتون عصبانی نشم ولی بهتون میگم آقای جوان این کاری که میکنین کار خوبی نیست به این دلیل من اذیت میکنم مگه من نپذیرم من سعی میکنم با تون خیلی معاشرت نکنم و من اگه همسایه شما باشم که رو اعصاب شما باشم اعصاب کشی میکنم و نتونین واقعا اعصاب کشی کنی خب باش کنار میام دیگه بعد فکر میکنم که این آدم دیگه تغییر نمیکنه دیگه هر روز هرس نمیخورم برای اینکه تغییرش بدم یعنی فکر میکنم که اینطوری نیستش که من میتونم یه دفعه جهانو به زور یقه یکی رو بگیرم ببین تو باید میتونی تمام سعیمو میکنم ولی اینکه زندگیمو مختل کنم و اعصابمو مغزمو بچه‌مو همسرمو دیوونه کنم که الان از یه شرایطی عصبانی ام همه چی به هم می‌ریزه درست هم نمی‌تونم فکر کنم اون وقت کردین این کارو؟ بله بله آره پیش میاد برای همه همون پیش میاد بله راما چی؟ راما برعکس من خیلی سخت میگیره
خیلی سخت میگیره. خیلی یک آدم به شدت مقرراتیه، همه چی باید جای خودش اتفاق بیفته و اگر نشه حالش بد میشه. خب برای همین کارگردانی. بله. واقعا دارم میگم نمیتونه کارگردان باشه و این روحیه رو نداشته باشه. بله. تو خونم همینطوریه. آها، منتها فقط باید بتونه تفکیک کنه. بله. براتون آرزوی صبر و خوشحالی میکنم. راما حوصله خونه رو از کار تفکیک کن، سر کار سختگیری، خونه آزاد راحت، همه چی خوب. خب مخلصیم، خیلی ممنونم. زنده باش. ما بچه نداریم. بله بله میدونم. ایشالله صاحبش بشید. و بفرمایید که چی از پدر مادر از بزرگتر چی یادگار دارین؟ فکر میکنین خیلی چیز خوبی بوده که یاد گرفتین، بخواین به نظرتون اینقدر چیز خوبی بوده که بخواین به بقیه هم یادش بدین؟ من از مامانم، ببخش سیما جان، من از مامانم صبر رو یاد گرفتم، ولی این که بخوام آموزش بدم که همه صبور باشن توی شرایط نامساوی، اینو نمیتونم آموزش کلی بدم، ولی تو شرایط مختلف اون آستانه صبوری فرق میکنه. ولی صبوری واقعا کیا بلدن صبوری کنن؟ جایی که خیلی سخت میشه ها. آره، جای شرایط سخت صبوری کردن. ببین جمله خیلی جمله عالیه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. کیا نمیتونن صبوری کنن؟ اوی 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 اول آسیب به خود آدم میاد. آره بچه‌ها، واقعا این درسته. کسایی که بلد نیستن صبوری کنن یا سختشونو صبوری کنن، اول از همه به خودشون آسیب میزنن. صبوری خیلی کار مهم و واجبیه. شما بگین لطفا. از چی؟ از اینکه چی از پدر یا مادر دارین و به نظرتون خیلی نکته مهمی بوده بخواییم به ما هم بگین. من فکر می‌کنم به طور کلی من خودم رو میگم، یعنی از پدر مادرم خیلی انسانیت رو یاد گرفتم. یعنی چی؟ همه چی توش خلاصه میشه دیگه، یعنی حالا دونه دونه بخوام اسم ببرم، دروغ نگم، غیبت نکنم. غیبت کردن خیلی به نظر من کار بدیه. خیلی واقعا غیبت نمی‌کنی؟ واقعا نمی‌کنم. یعنی اصلا؟ حتی یه موقعی مثلا من یه دوست صمیمی دارم، تا به من میگه مثلا بیا خونتون یا بیا خونه ما بشینیم با هم یه ذره حرف بزنیم، غیبت کنیم، واقعا تن و بدنم میلرزه خیلی زیاد. الان واقعا غیبت نمیکنه تو اتاق، هیچ جا غیبت نمیکنه. کیا غیبت نمیکنن اصلا صادقانه؟ دمتون گرم. آره واقعا. من اینقدر غیبت کردن رو دوست ندارم، غیبت کردن رو هم بلد نیستم. یعنی من آدم اومدم به من گفته مثلا فلان، و گفتم مثلا یه جواب گفتم، گفته بابا غیبت خراب کردی رفت. آره بعد گفتم دست نمیدونم چی جواب بدم. آره مکانیزمش رو بلد نیستم. آره من واقعا مخالفشم. عالی، متشکرم. خب میریم میایم برمیگردیم، هدایای شما رو تقدیمتون میکنیم. هدایای شما رو بدیم و خداحافظی کنیم. آماده؟ بریم بیایم. 1 2 3 توان خودم یه کاری بکنیم که مریضا حداقل، چون کارمون بیمار دیدنه، بیمار ببینیم که حالا در شد یه کاری متفاوت باشه، گفتیم به صورت رایگان بیمارم ویزیت بشه. خب متا گفتن این که رایگان هست باعث شد که ما قرار بود که بیماران فقط مبتلا به لوپوس رایگان ببینیم، ولی هر کسی که هر علامتی داشته بود مراجعه کرده بود و باعث شد که خیلی وقت کافی برای اینکه به بیماران مبتلا به لوپوس برسیم نداشته باشیم. الان پشیمون شدید به اشتباهتون پی بردید؟ اشتباه که نه، یه تجربه بود. و به نظر میرسه که مردم ما نیاز دارن، نمیدونیم آیا وقتی میگین رایگان دیده میشه یا آیا قسمت مالیش هست که خیلی ها استقبال میکنن. بنابراین یه مقدار دولت شاید باید به فکر باشه یه جاهای مردم رایگان ویزیت بشن. یکی هم شاید وقتی میبینن یه پزشکی تو تلویزیون صحبت میکنه، سعی میکنن که بیان پیشش که ببینن آیا تشخیص که پزشکای دیگه دادن درسته یا نه، یه مقدار خیالشون راحت بشه از این اصلا. نتایج تستتون که تست روماتیسمتون مثبته، به عنوان روماتیسم مفصلی دارو براتون شروع میکنیم، فعلا این قرصتون رو قطع کنیم. شده مثلا یه مریض ببینید انقدر اعصابتون خرد بشه بعد یهو بگی اه بابا ولم کنید بس دیگه، چقدر مگه من کشش دارم؟ نشون معمولا من آدم صبوری ام، یعنی واکنش اینجوری نمیدم، ولی
بیمارانی هستن که پزشکا رو به این مرحله میرسونن، مخصوصا بیمارانی که یه مقدار علائم سایکوسوماتیک دارن، بیشتر دردهاشون منشأ اعصاب داره و هرچی میخوایم قانعشون کنیم که بیماری روماتیسمی ندارین، مشکلی ندارین، باز میگه نه من یه جایی مشکل داره، چرا تشخیص نمیدین، پس چرا خوب نمیشم. و وقتی هم میگیم که منشأ اعصاب داره خیلی قبول نمیکنن مراجعه کنن به پزشکای روان پزشک. یعنی موقعی که کار زیاد بکنه درد میگیره دیگه، کار زیاد نکنه نمیتونم از درد بخوابم، انقدر دردم زیاده که حساب نداره. مثلا الان این کیف رو بند مثلا روی دوشمه جای آره مشکل پوستش چیز که نداره نشد، بله جدیدن روی دست راستم فقط دونه دونه میزنه، با آفتاب مشکل نداره، حساسه. بریم من معاینه کنم. تو الان چند تا 50 تا مریض دیدین؟ الان بله بالای 50 تا مریض. چند تا دیگه میتونی مریض ببینین؟ چون قول دادیم به مردم تمام بیمارانی که هستن رو میبینیم امروز. میبینین. خب خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. چیزی نمیخوایم بگین به خندوانه؟ چیز خاصی که نه، تشکر میکنم که دعوتمون کردن و نمیخوایم تشکر کنین از ما که زحمت میکشین. معمولا تشکر از شما به خاطر این که زحمت کشیدین، گزارش تهیه کردین، قول ما را نشون دادین. اگه بازم بیاین خندوانه این قول رو میدین؟ شاید یه مقدار قول یه خود برنامه ریزی تر بشه که ما شرمنده بیماران نباشیم بهتره. خب سر صدا بلند شد دیگه، برسیم برسیم وقت داریم. لطف کرد. ماشاءالله به شما، ماشاءالله به شما، ماشاءالله. خب من هدیهاتون رو اگه اجازه بدید تقدیمتون بکنم. آها شما جایزتون این بوده که عکس سلفی بگیرید با شرکت کنند، حتما برنده ولی خب به نظرم یک عکس بگیرید همتون با هم دیگه توش بگیرید. میخوام بدیم ازتون بگیرم؟ خیش یکی داره زنگ میزنه، بدین جواب میدم، من همه کارها رو انجام میدم، نگران نباشید. یک دو بررسی کنیم ببینیم درسته. خوب بود. خب هدایامون رو تقدیم بکنیم، آواز بخونیم بعد. لا 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 لا. خندوانه ای ها پرواز دستاشون مثل ستاره هاست توی دل آسمون، عشق پرنور ماه میگه دوست دارم، میگه با انرژی شما هر شب بیدارم. من و تو با هم هستیم، فکرمونو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی با حالیم، خیلی. من و تو با هم هستیم، فکرمونو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی با حالیم. La 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 la. خندوانه ای ها جنس خنده هاشون، رنگ ابر و باده از جنس آسمون، دست گرم خورشید میگه دوست دارم، میگه با انرژی شما هر روز بیدارم. من و تو با هم هستیم، فکرمونو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم، خیلی. من و تو با هم هستیم، فکرمونو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم. اینه آه اینه آه بیا
کرد. خندوانه ای ها پرواز دستاشون مثل ستاره هاست توی دل آسمون، عشق پر نور ماه میگه دوست دارم، میگه با انرژی شما هر شب بیدارم. من و تو با هم هستیم، فکرمون رو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم، خیلی. من و تو با هم هستیم، فکرمون رو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم. La 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 la. خندوانه ای ها جنس خنده هاشون، رنگ ابر و باده از جنس آسمون، دست گرم خورشید میگه دوست دارم، میگه با انرژی شما هر روز بیدارم. من و تو با هم هستیم، فکرمونو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم، خیلی. من و تو با هم هستیم، فکرمونو به هم بستیم، تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم. ما خیلی باحالیم، خیلی. به 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 ما بهترا مردم عزیز ایران بلند میشیم. خانم بفرمی. خیلی خوشحال شدم که به این برنامه دعوت شدم، اینو از ته دلم میگم و امیدوارم که دل تک تکتون که دارین این برنامه رو میبینین همیشه پر باشه از اتفاقای خوب، لبتون هم مثل خندوانه یا همیشه پر خنده باشه. الهی آمین. من تشکر میکنم بابت اینکه منو دعوت کردین تو این برنامه، خیلی لذت بردم. با اینکه خیلی خسته اومده بودم از سر کار، دیشب کلی تو راه بودم از همدان تا تهران، ولی خیلی انرژی گرفتم. ممنون. مخلصیم. سپاس. اول تشکر میکنم باز هم مجدد از آقای جوان به خاطر این همه انرژی خوبی که اینجا وجود داره و تو دل مردم ایران به وجود میاد. و من هم که واقعا با یه ذره دل ناراحت به خاطر پسرم اومده بودم، واقعا شاد شدم با اینکه باختم، ولی خوشحال دارم از اینجا میرم. انشالله که شما هم همیشه دلتون شاد بشه. الهی منم خیلی ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که هر کی که این برنامه رو میبینه و همه اونایی که اینجا هستن، تمام مردم ایران، تمام مردم دنیا همیشه شاد باشن، سلامت باشن و خدا انشالله که آقای جوان رو و آدمهایی مثل آقای جوان رو برای مردم ما حفظ کنه. خیلی مخلصم. منم از تک تکتون تشکر میکنم. خودتونم سالم و درجه یک باشید با خانوادتون. یه دست برای شما بزن، تو دلم مونده بود من تای جمله رو نگفتم. یه دست برای شما بزن. برای من؟ اینم نمیگفتم اصلا. حالا من مردم ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. شما خیلی قشنگی. شما خیلی ماهی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. براتون آرزو میکنیم مثل هر شب سر حال قبراق باشین، خوشحال باشین، بخندین، کیف کنین، راضی باشین، پر روزی باشین در کنار خانوادتون و سالم و سلامت انشالله. و اینکه همه مریضا هم از بستر بیماری بلند بشن. مخلصیم، دوستتون داریم و دعاتون میکنیم. دعامون کنید رو به اونجا. یک دو سه شاد باشید.